سلام شاگردای عزیز، چه حال دارین؟ خوب هستین شاگردای عزیز؟ ولی من از چهرهای بشر شما میبینم که همگی شما فضل خداوند خوب هستین و از چهرهای شما معلوم میشه که شما آماده به درس جدید هستین. ولی در درس جدید شاگردای عزیز طبیعی است که شما مواد لازم آموزشی را همراه خود دارین، مثل قلم، کتابچه و کتاب، که البته این جزء حتمی است که آدم وقتی درس جدید آماده میشه و میشینه برای درس، او را باید شما داشته باشیم. بسیار خوب شاگردای عزیز، البته امروز من یک موضوع درسی را خدمت شما پیشکش میکنم که بسیار یک موضوع ساده و بسیار دلچسب است و ما همکار شما انجینر ستار بهادری هستم که تا ختم درس با شما همکاری خواهم داشت. امروز شاگردای عزیز ببینید، صنف ما شما طبعا شما صنف هفتم هستین، مضمونتان ریاضی است و موضوع درسی که ما شما امروز میخوانیم اقسام و مثلث اساس عضلات است. ببینید چقدر ساده هستند و صفحات شما از 119 و تا 120 است، یعنی دو صفحه ما شما امروز تدریس میکنیم. در هدف ما شما امروز فقط شما اقسام مثلث اساس عضلات بشناسید، بسیار ساده، یعنی فقط مثلث ها رو بفهمید که اساس عضلات با چند قسم است و مثلث ها رو اساس عضلات دستبندی کنید، یعنی دستبندی به این معنی که کدامش به کدام کاتگوری صرف میکنه و نام از شما یاد داشته باشین یا یاد بگیرید. بسیار درس ما ساده هستند. ببینیم در شکل ذیل کدام اشکال هندسی را مشاهده میکنید. این موضوع شاگردان به خاطر عزیز که شما درس گذشته در صف 6 خواندین، آیا او درس ها به یادتان مانده و یا خیر؟ اگر به یادتان مانده باشه و برای ما بسیار سهولت ایجاد میکنه و اگر در صورتی که یادتان مانده باشه باز ما به یاد شما او درس بیارم. ببینید شاگردان عزیز، در این شکل شما بگویید که این همی منحنی بسته چه نام داره؟ بله؟ دایره؟ بله، بسیار خوب. این شاگردای عزیز شما به یادتان است، نوشته میکنم این دایره نام داره، بسیار خوب. این همی چارزولیگک که به این شکل است، این چه نام داره؟ بله، بسیار خوب، مربع. یادتان مانده شاگردای عزیز؟ این شکل ما مربع نام داره. و این دو شکل دیگه ببینید شاگردان عزیز، به این شکل و این شکل، این چه نام داره؟ مثلث نام داره. بسیار خوب، بسیار خوب، اینجا نوشته میکنم این هم مثلث است و این هم مثلث. بسیار خوب. خب شاگردان عزیز به یاد شما مانده، یعنی خاطر ما جمع شد که شما با مثلث و اشکالی که قبلا شما دستم شش خواندین به یادتان مانده، بسیار خوب. خب شاگردان عزیز، این مثلث شما دستم شش البته تعریف شفا میدین، تعریف شفا خواندین، بعضی خصوصیاتی که لازم بود دستم شش شما او را فرا گرفتین. حال موضوعی که بعضی موضوعات دیگه که بده مورد مثلث است ما شما را امروز دنبال میکنیم، که می عنوان با شما گفتم که اقسام مثلث از حیث عضلات باید بفهمیم. بسیار خوب، برای دیکی موضوع را ما شما بفهمیم شاگرد عزیز، یک فعالیت است در کتاب شما که البته در صفحه 119 است، که این فعالیت باید مشترکاً همراه شاگردای دیگه به شکل کار گروپی شما ایر انجام بدین، چون در صنف شما تشریف ندارین، در خانه هستین، بنا به او این شش مثلث طور مشترک، طوری که سه مثلث بالا را من همراه شما همکاری میکنم کار میکنم و بعد سه مثلث متبقی را با شما همراه خود کار بکنیم. بسیار خوب، اول ببینید در این فعالیت ما شما طول عضلا و زوایای مثلث های زیر را اندازه‌گیری نموده و آنها را اساس عضلا دسته‌بندی نمایید. یعنی در اینجا ما دو کار انجام میدیم. کار اول که تمامی مثلث ها را اساس عضلا ببینیم که طول عضلا از یا چه مقدار هستند، یعنی چند سانتی است. بعد مرحله دوم زوایای از یا را مورد مطالعه قرار بدیم که زوایای یا چطور است. بعد از اندازه گیری یا باز ما شما نتیجه را میبینیم که مثلث ها اساس عضلا و چند نوستن. بسیار خوب، ببینیم اول ما این مثلث ها را همه گیز از اینا را اندازه گیری میکنم، از جز ای شروع میکنم، شما با ما باشین ببینین که عضلا از چه مقدار است. این عضلا ما شما از 12.5 سانتی، ببینین 0 1 2 3 بالاخره میم 12 و 12.5، این 13 است 12.5، اینجا نوشته میکنم که 12.5 سانتی متر. بسیار خوب، ایزول اندازه میکنم، ایزول با وضاحت معلوم میشه که چقدر هستن، میبینیم 20 سانتی است.
نوشته میکنم که این ظلم شما است 20 سانتی متر. این ظلم اندازه گیری میکنم. این ظلم است 14 سانتی. خوب با وضاحت دیده میشه. نوشته میکنم ظل بی سی ما شما 14 سانتی متر است. یعنی ظل ای بی 12.5 سانتی متر یا 12.5 سانتی متر، ظل ای سی ما 20 سانتی متر و ظل بی سی ما شما 14 سانتی متر است. بسیار خوب، اندازه گیری میکنیم، بعد باز سرش مناقشه میکنیم، میبینیم میره این ظل ما شما 10 سانتی است، 10 سانتی متر. ظل یعنی دی ای ما شما 10 سانتی متر است و مثلث و ظل دی اف ما شما میبینیم ای هم 10 سانتی متر است. ظل ای اف هم میبینیم، ظل ای اف هم 10 سانتی متر است. بسیار خوب، در مثلث جزء سی یا جی اچ آی میبینیم از دایشانه ظل جی اچ ما هست 13 سانتی متر، ظل اچ آی ما شما را میبینیم چند است، این را میبینیم 10 سانتی متر، ظل جی آی را میبینیم که چند سانتی متر است، این هم 13 سانتی متر است. نوشته میکنم که 13 سانتی متر. خب باز ببینید 13 سانتی متر، یعنی از صفر شروع میکنیم و در توی میاییم الا 13. جزء دی را میبینیم مثلث J, K و L که اینا را اندازه گیری میکنیم از رایشان ها میبینیم ظل J, K 13 سانتی متر است، 13 سانتی متر. ظل J, L میبینیم چند سانتی متر هستن، میبینیم این 16 سانتی است. ببینید شاگرد عزیز 0, 1, 2 و ترتیب 16 سانتی متر. نوشته میکنم که 16 سانتی متر. جزء ظل که الان میبینیم که چقدر هستن، میبینیم 7, 8, 9 و یوم 9.5، یعنی در بین 9 و در نصف است. نوشته میکنم که 9.5 سانتی متر. در مثلث جزء ای میاییم ببینیم ظل ام ان ما شما از 14 سانتی، ظل ام او ما از بازم 14 سانتی و ظل ان او ما یا او ان ما میبینیم این هم 14 سانتی است. داخلی مثلث جزء اف میبینیم جزء پی ظل پی کیو ما شما چند سانتی استن، میبینیم 17 سانتی. ظل کیو آر را میبینیم این چند چقدر چه مقدار هستن، این هم 17 سانتی و ظل پی آر را میبینیم این هستن 11 سانتی، 11 سانتی، 11 سانتی متر. بسیار خوب، حالا ببینید شاگرد عزیز از این سه اضلاع اینا را کلش مورد مطالعه قرار دادیم، کل اضلاع را به حساب نوشته کردیم. حالا در مرحله دوم ما شما زوایای یزی را میبینیم، چون در بالا گفته که طول اضلاع و زوایای مثلث است، به خاطر اینکه وقتی که ما شما اضلاع را بفهمیم اونا بستگی به زوایا داره، با زوایا را هم ما شما باید یاد بگیریم. ببینیم در این مثلث، در مثلث ای بی سی زاویه ای را میبینیم که چند درجه هستند. ببینید توسط نقاله تعبیر که شما در صفحه 6 یاد دارین که نقاله را مرکزش بالای راس زاویه میمونیم و اینی ترتیب شاگردای عزیز ببینید به اینی شکل مرکز نقاله را بالای راس زاویه قرار میتم طوری که 0 درجه است. ببینید بالای دی اندازه میکنم، ببینید میزل معلوم نمیشه، باید این زرم امتداد بدم تا بفهمیم که چند درجه است، به خاطر اینکه زاویه باید دقیق اندازه گیری شه، درست؟ پس میره امتداد میتم، ببینید وقتی که امتداد میتم این را به خاطر اینکه بازل اصلی فرق شوه این را نقطه نقطه میگذارم، ببینید به این ترتیب به این شکل. حالا میبینم ببینید اینه، حالا میبینیم که شما از خط مکمل معلوم میشه اینی زاویه است، این زاویه را که اندازه کنم ببینید
0 درجه، 10 درجه، 20 درجه، 30 درجه، 40 درجه تا اینجا 45 درجه میشه و اینجا حساب میکنیم حالا 40، 41، 42، 43 درجه. بنابراین اینمی زاویه ما شما از 43 درجه. خب حالا میبینیم زاویه 30 را میبینیم که چند درجه هستن. میبینیم باز مرکز بالا از قرار میتونه مرکز نخاله را و این زل دیگه باید بالای صفر منطبق باشه. میبینیم آره؟ میبینیم باز دوباره این زل معلوم نمیشه. باز بازی امتداد بتم امتداد از این باز نقطه نقطه میگذارم بخاطر از این باز زل اصلی مثلا از فرق شده. ببینین به این شکل پس دوباره نخاله را میبینیم شاگرد عزیز. ببینین اینه آله میبینیم 0 درجه، 10 درجه، 20 درجه، 30 درجه، 40 درجه. در 40 نارسته ببینید 35، 36، 37، 38، 39 فکس یعنی بس 39 متوقع داره. این ناشته میکنم که 39 درجه. خب شاگرده عزیز وقتی که ما شما دو زاویه اندازه گیری کردیم زاویه سیوم هیچ ضرور نیست که ما شما اندازه گیری هم کنیم به دلیل از اینکه مجموع زوایای داخلی یک مثلا شما در 36 خوندیم 180 درجه است. آری دوره جمع میکنیم از 180 منفی میکنیم خود به خود وسط زاویه معلوم میشه. یعنی چه رقم ببینید 43 درجه جمع 39 درجه جمعشان میکنیم 9 و 3 12 حاصل 1 1 و 4 5 5 و 3 8 این میشه 82 درجه. حالا از 180 درجه اینیم 82 درجه رو منفی میکنیم 82 درجه. ببینید از 10 که 2 برن 8 از 10 که 8 برن 9 اینجا هم صفر موندن. حالا میبینیم این زاویه البته زاویه بی ما و شما میشه 98 درجه. راستان نوشته میکنیم این زاویه ما 98 درجه. بسیار میرسیم در مثلث دیگه. شاگرده دید در این مثلث ببینید چون به خاطر از یک از راه ابتدا داده میشه وقت ما شما را میگیره. حالا ما از این نخالی خورتر استفاده میکنم که کار ما شما ساده تر شده. ببینید در اینجا ما زاویه دیر اندازه گیری میکنم. خب متوجه باشین زاویه دیر وقتی که اندازه گیری کنم میبینین شما میشن 50-60 درجه واضح معلوم میشن 60. این زاویه 60 درجه است چون ما شما میبینیم که تمام از دو وقتی که 60 درجه باشه یام 10 سانتی یام 10 سانتی متر یام 10 سانتی متر است. در مقابل زوایای مساوی از لای مساوی قرار داره یا برعکس در مقابل از لای مساوی زوایای مساوی قرار داره. بنان وقتی که 60 درجه باشه حتما این زاویه هم 60 درجه است و این زاویه ما شما ماست 60 درجه. در مثلث جزء 30 ما شما میبینیم که دو ضلع از این مساوی است یعنی 13 سانتی و 13 سانتی متر. پس اینمی ضلع و اینمی ضلع ما شما چی میکنیم؟ زاویه را اندازه گیری میکنیم چون زاویه از لایشان با هم مساوی هستند. یک زاویه را که اندازه گیری کنیم زاویه دیگه با او مساوی است. به خاطر اینکه در مثلث متساوی ساقین نام داره اینا که دو ساقش با هم مساوی است. ببینین حالا ما اندازه گیری میکنیم یک زلش هم میبینیم شاگردای عزیز که از زل میاییم 10, 20, 30, 40, 50, 60 60, 65 میشه 70 درجه. 70 درجه بسیار خوب ببخشین. وقتی که 70 درجه شوه این زاویه دیگه ما شما همچونی 13 سانتی است یا 13 سانتی است یا میشه 70 درجه. بسیار خوب حالا این دو زاویه را جمع میکنیم 70 140 درجه میشن 140 درجه و از 180 منفی میکنیم 180 درجه منفی 140 درجه صفر از 8 که 4 بره 4 40 درجه. بنان زاویه جی ما شما این زاویه ما شما از 40 درجه. بسیار خوب حالا شاگردای عزیز ببینین این سه مثلث ها ما برای شما از دو زاویه اندازه گیری کردم. حالا شما این سه مثلث دیگر از دو شما اندازه گیری کردیم فقط شما زوایاش اندازه گیری کنیم چون این فعالیت مربوط به شما بود شما این کار انجام بدید. حالا میرسیم در نتیجه که ما از این چه نتیجه گرفتیم. نوشته میکنم نتیجه پس در این صورت این مثلثی که از این طرف اول از اینجا شروع میکنیم از وسط مثلثی که عرصه زلش با هم مساوی باشه ببینید 10 سانتی 10 سانتی متر 10 سانتی متر وقتی که از داش مساوی باشه زوایش هم با هم مساوی است. پس این همین مثلث ببینید این 10 سانتی متر است میبینیم دیگه کدام مثلث از داش با هم مساوی است. این جزء ای را میبینیم
14 سانتی متر 14 سانتی متر 14 سانتی متر. دیگه مثلث داریم که از یک با هم مساوی باشن؟ نه. پس این میره در کاتگوری میاریم، یعنی جزء بی و جزء ای مثلث متساوی الاضلاع است. مثلث های جزء بی و ای متساوی الاضلاع اند. مثلث های جزء بی و ای متساوی الاضلاع اند. دوم ببینیم این مثلث ما شما 13 سانتی متر، این هم 13 سانتی متر. میبینیم دیگه کدام مثلث دو ساق دو ضلعش با هم مساوی است؟ یا 17 سانتی متر یا 17 سانتی متر. پس ضلع سیم از 13 است، از 11 است. بنان همچه مثلث ها در کاتگوری مثلث متساوی ساق قیمین که نوشته میکنم مثلث های جزء، میبینید جزء سی و جزء اف متساوی ساقین اند. یعنی متساوی ساقین به معنی هایی که دو ضلع مساوی در مثلث به نام ساقیت میکنن. ساقین یعنی دو ضلع، یعنی جفتش. بسیار خوب، ببینید یاره چکمار میکنیم اینه این دو مثلث هم نامش را گذاشتیم، این دو مثلث هم نامش را گذاشتیم. حالا میرسیم سر مثلث آخر. ببینید این 12.5 سانتی متر، این 14 سانتی متر، این 20 سانتی متر، یعنی دارای اعضای مختلف است. و این مثلث جزء دی را میبینیم 13 سانتی متر، 9.5 سانتی متر و 16 سانتی متر. اینم دارای اعضای مختلف است. بنان این در کاتگوری سوم میآید که اینا را نوشته میکنیم که مثلث های جزء چند؟ جزء A و جزء D مختلف الاضلاع، یعنی اضلاعشان با هم مختلف است. خب شاگرد عزیز میبینیم حاله که در مثلث متساوی الاضلاع وقتی که زوایایش مساوی باشه پس اضلاعشان با هم مساوی است، یا معکوسش اضلاع مساوی دارای زوایای مساوی است که همیشه ثابت از 60 درجه میباشه. مثلث های متساوی ساقین دو ساقش که متساوی ساقین از این خاطر میگه دو ساقش با هم مساوی باشه. ببینید یک ساقش 13 سانتی متر جی اچ و همچنان جی آی هم 13 سانتی متر. این مثلث ها وقتی که دو ضلعش با هم مساوی باشه دو زاویش با هم مساوی است. ببینید در مقابل اضلاع مساوی 13 سانتی متر 70 درجه و هم 13 سانتی متر هم 70 درجه. در مثلث مختلف الاضلاع وقتی که زوایای وقتی که اضلاع مختلف داشته باشن و زوایایش مختلف است، وقتی که 14 سانتی متر از زاویه مقابل 43 درجه، این 12.5 سانتی متر 39 درجه و یکی 20 سانتی متر 98 درجه. ببینید گفتیم نظر به اهداف یک مشما تعیین کرده بودیم، در نتیجه چی میگیم؟ مثلث ها از های سطلا به سه نو هستند. یکی مثلث متساوی الاضلاع است که عرصه اضلاعش با هم مساوی است. دو مثلث متساوی ساقین است که فقط دو ضلعش با هم برابر می باشند. و مثلث سوم مثلث های مختلف الاضلاع است که عرصه ضلعش با هم مختلف می باشند. به خاطر از اینکه شما بهتر تمرین کرده باشین و بهتر درس فرا گرفته باشین، صفحه 120 از سوال 1 الی 4 کارخانگی شما اینجا نوشته میکنم. کارخانگی تمرین صفحه 120 سوالات 1 الی 4 این کارخانگی شماست، شما باید را انجام بدین. خب شاگردای عزیز، البته این بود درس امروز ما شما که یک درس بسیار دلچسب بود که در زندگی ما شما بسیار زیاد کارآمد زیاد داره. امیدوار هستم درس فرا گرفته باشین، کارهای خانگیتان انجام بدین که با انجام کار خانگی شما بهتر موضوع را درک میکنین. تا درس بعدی که من خدمت شما حاضر میشم، همگی شما را به خداوند پاک مسپارم.